عشق پاک مردانه، عاشقانه لیلی و مجنون. روزی از روزها که مثلش فراوان، لیلی و مجنون داستان دلباختگی پسری زیبارو به نام قیس به دختری به نام لیلی است. این دو چون در مکتب نمی توانستند دلدادگی خود را آشکار کنند، با زبان نگاه با یکدیگر راز می گفتند. اما چون طعنه زنان آن دو را به خاطر عشق سرزنش کردند، قیس که اکنون مجنون نامیده می شود، سر به بیابان گذاشت و در نزدیکی قبیله لیلی بی آنکه با کسی سخن بگوید، روزها را به آواز خواندن سپری نمود، در حالی که هیچ جز نام لیلی نمی شنید، هیچ جز درباره لیلی نمی گفت. بیرون ز حساب نام لیلی با هیچ سخن نداشت میلی، هر کس که جز این سخن گشادی نشنودی و پاسخش ندادی. آواز نشید برکشیدی، بی خود شده سو به سو دویدی. وانگه مژه را پرآب کردی، با باد صبا خطاب کردی. که باد صبا به صبح برخیز، در دامن زلف لیلی آویز. گوان که به باد داده توست، بر خاک ره افتاده توست. از باد صبا دم تو جوید، با خاک زمین غم تو گوید. پدر قیس که پسر را این گونه دید، برای خواستگاری به خانه لیلی رفت، اما پدر لیلی به او پاسخ رد داد. پس پدر به این فکر افتاد که پسر را برای زیارت به خانه خدا ببرد، بلکه عقل و هوش به پسر باز کرده. چون پدر و پسر به کعبه رسیدند، پدر به مجنون گفت که دست به دعا بردارد، از خدا بخواهد که او را از جنون عشق لیلی رها سازد. اما پسر چون دست به نیایش برد، برعکس دعا کرد و از خدا خواست که عشق لیلی را در دل او سوارتر کند. پرورده عشق شد سرشتم، جز عشق مباد سرنوشتم. یارب به خدایی خداییت، وانگه به کمال پادشاهیت، که از عشق به قایتی رسانم، کو ماند اگرچه من نمانم. از چشمه عشق ده مرا نور، این سرمه مکن ز چشم من دور. روزها گذشت تا آنکه پسری به نام سلام به خواستگاری لیلی رفت، و چون از خانواده ای ثروتمند بود، پدر لیلی دخترش را به او داد، هرچند لیلی علاقی به سلام نشان نداد و همچنان دل در بند مجنون داشت. مجنون خبر ازدواج را شنید و زارتر از گذشته شد. پس از چندی سلام درگذشت و لیلی و مجنون به وصال یکدیگر امیدوار شدند، اما درست زمانی که باید عاشق و معشوق به هم می‌رسیدند، لیلی نیز در بستر بیماری فرو افتاد و تنها در لحظه مرگ راز دل با مادرش گفت و از مادر خواست که به مجنون بگوید نام وی آخرین کلامی بود که بر زبان لیلی جاری شد. مجنون این بار نیز سر به بیابان گذاشت. او هر روز بر سر خاک لیلی می رفت و هر روز ضعیفتر و ناتوانتر می شد، تا آنکه یک روز بر سر خاک لیلی با تمام وجود از خدا خواست که او را به عشق خود برساند. خداوند نیز دعای مجنون را برآورد و او در کنار خاک لیلی برای همیشه آرامید.